آره دیگه، اولش فیزیک خیلی دوست داشتم، بعد دیگه این مشاور مدرسه اومد گفت که البته نقاشی کار میکردم بیرون خیلی، ولی خب بین فیزیک و هنر مونده بودم چون فیزیکم خیلی دوست داشتم. بعد مشاور مدرسه اومد گفت که آره توی هنرستان گرد میشینن دوره هم و مثلا طراحی میکنن. بعد اینو که گفت من سریع تو ذهنم تصویر سازی کردم یه همچین چیزی، گفتم وای چقدر جذاب. اصلا خب دبیرستان بودیم دیگه، همه نیمکت و پشت سر هم و خیلی اصولی و بعد دیگه خیلی جذاب شد تو نظرم، گفتم خیلی حال میده که بری بشین دور هم طراحی کنی. اولش که همون بچگی بود کانون میرفتم، کلاس نقاشی سفال و ولی خب نقاشی از همه جذابتر بود، جدیتر بود، سفال هم البته خیلی خوب بود، ولی خب این مشکلی که بود این مسافتی بود تا خونه و این سفال های کمی آره ترک میخوردن و خراب میشدن، ولی خب بازم خوب بود، من حتی میرسم خونه رنگشون میکردم و تا مدت های زیاد حتی بزرگ شده بودم داشتمشون. آره دیگه تا یه بادی اومد و اینا افتاد و شیشه شکستن، ولی آره خیلی خوب بود اون حجم و فرم. و کانون بود، بعد از اون جابجا شدیم، ولی خب یک کلاس نقاشی نزدیک خونه بود دوباره اونجا رفتم و توی دوران راهنمایی هم خیلی خودم کار میکردم جدای از کلاس، نقاشی مختلف دیگه، ولی خب تمرکز خاصی نبود دیگه، هر چیزی که بود آره مداد رنگی بود، ولی دارم کلاس رنگ روغنم رفتم آره یه مدتی از رو عکس بود میکشیدیم، بالاخره اولش همین شکل یاد میگیرن تو آموزشگاه ها آره نمیدونستم، بعد دیگه آره رفتیم دبیرستان و هنرستان آشنا شدیم پیش اومد دیگه. من حالا ایش که خیلی دوست دارم توی هنرستان یک کتابخونه خیلی خوب بود، کتاب ها و میرفتم اونجا کار میدیدم بیشتر از اینکه بشینم بخونم راجع به کارا، مثلا ورق میزدم خیلی تصویری و اینجوری خب فرصتی نداشتم که تعداد زیاد کار جو زمان کمتر ببینم. آره بعد این عادت رو توی دانشگاه داشتم دیگه، مثلا
دوست شده بودم با کتابدار دانشگاه، بعد دیگه خب کتابی زبان اصلی اصلا به کسی نمیدن، مثلا اونجا توی خود کتاب کنه. بعد دیگه من دوست شده بودم، میرفتم اون پشتا واسه خودم همه کتاب رو میدیدم و خیلی خوب بود کلا. آره بین کلاس ها تراکا من همش کتاب میدیدم کار و آره. بعد هنرستان، بعدم دانشگاه که دانشگاه سپه 4 سال اونجا. خب 2 سال اول یه کمی به خاطر فضا و جو یه کمی تعجب داشت واسم، خب از فضاهای مختلف همه بودن و خیلی جدی نبود کار کردن. بعد دیگه حالا من خودم تصمیم گرفتم که این کار رو انجام بدیم و باشه تمرین کردن کار کردن. و 2 سال آخر استادای خوب کم نداشتیم و خیلی خب یه چیزی که توی هنرستان نبود بالاخره درس ها فرق میکنه نسبت به دانشگاه، این بود که بشینیم و راجع به کار صحبت کنیم. و خب از یک ترمی شروع شد شاید 5 و 6 که ما بیشتر از تایم کلاس که عملی بود میشستیم راجع به کار صحبت میکردیم. و من خب خیلی جدید بود برام، فکر میکردم که مثلا از اول تایمی که شروع میشه فقط باید نشست و کار کرد و اینا، و بعد از این مدت دیدم که چقدر خوبه اصلا حرف زدنه، خیلی فکر آدم رو تغییر میده. بعد دوباره واسه کار کردن آره 2 سال گذشته بود بعد از اینکه دانشگاه تموم شد و یه مدتی کار نکرده بودم، کمتر بود، یعنی حالا یه سری طراحی بار واسه خودم، حالا فیگور هر چی شی میکشیدم، تمرینی تفریحی آره. بعد میخواستم دوباره جدیتر شروع کنم و از گیاه شروع کردم، یه سری کولاژ طور. بعد این کولاژم اولش خب میگم یه سری عکاسی داشتم بیشتر از دست و پا، اون موقع خیلی موضوع جذاب بود برام، قبلا خیلی دست و پا طراحی میکردم. بعد یه مدتی فقط این دکمه شاتر رو میزدم، حالا حرکت ها ثبت شن فقط اینجوری. بعد این عکس ها مثلا کنار هم یه چیدمان جالبی داشتن. بعد اومدم اینا رو پرینت کردم، سیاه‌سفیدم بودن عکس و برش خیلی برام جالبه، تیکه کردن، ترکیب چسبوندن اینا، واسه همین اومدم با اون عکس ها همین کار کردم، یه کمی همینطوری تستی تفریحی. بعد دیدم که آره ترکیبای جالبی در میاد و روی کاغذ چیدمان کردم. و بعد یه سری پارچه هم داشتم، تیکه پارچه، اونا رو هم استفاده کردم و یه سری کار کلاژ در اومد و آره عکاسی پارچه اینا با هم. بعد این تجربه رو که داشتم خب بعد اومدم دوباره با کلاژ شروع کردم و این سری با مثلا حالا گل و گیاه، مثلا عکاسی ها تمرکزش روی گیاه ها بود، حالا زاویه های مختلف، ولی خب من به رنگ ها توجه نمی کردم. بعد حالا عکسایی هم که می گرفتم یکمی توی فوتوشاپ می مدم مثلا توناجاشو تغییر می دادم که حالا یه سری رنگ های شارپتر، قرمز، صورتی اینا داشته باشم. بعد اومدم روی پارچه دوباره کلاژ کردم با اکریلیک، یه سری اتود مثلا اینجوری میزدم، ترکیب میکردم و دیگه حالا یه سری صحبت هایی میشد با دوستام اینا. و دیگه رفته رفته یکم چون به ابعاد بزرگم علاقه داشتم، هی آروم آروم این کارا هم ابعادش بزرگتر شدن و ادامه پیدا کردن، جدی تر شدن. و مثلا از اون اتودا کلاژا همینطوری معمولی به نقاشی تبدیل شدن، آره به کار جدی یعنی. و یه آره
Thank you.